بینندگان عزیز سلام، خوش وقت هستم که بازم در آشپزخانه با شما یک جا هستم و امروز به خاطر بزرگداشت از روز پدر که گذشته و ما امروز رو تجلیل میکنیم، مبارکبات خود به همه پدرهای وطن خود تقدیم میکنم. امیدوار هستم که روز خوب پدر همه دوره هم با فامیل گذشتانده باشین و لحظات بسیار شیرین با هم سپری کرده باشین. که پدر داشتن یک نعمت بسیار بزرگ خداوندی است و قدر و قیمت پدر کسی می دانه که در پلویش پدر خود داره، اما ارزش پدر داشتن ماهایی می کنیم که پدرهای خود در پلوی خود نداریم. و از آوان طفلی ما از 3 سالگی به این طرف پدر خود نشناختم و اس نکردم و روز پدر با او تجلیل نکردم. ناگفته نباید گذاشت که پدر یک سرمایه زندگی است، پدر رفیق زندگی است و پدر یک پشتیبانی بزرگ است فامیل که نانآور خانه هم به حساب میره. باید قدر و قیمت پدرهایتان هم بفهمین و تا میشه از احترام و محبت در مقابلش کار بگیرین، که پدرها هست که خود از بین میبرن و خود نادیده میگیرن، سر خود پای میمانن و از خواسته های خود میگذرن تا فرزندایشان به ثمر برسه و بزرگ شوه و خواسته های از اونا برآورده شوه. ما شما باید قدر پدرهای خود بفهمیم و اونا را با احترام و محبت باشن رفتار کنیم. پروگرام امروز چیزیست که پدرهای عزیز ما او را خوش داره، از او خاطر ما از روی فامیل خود ای را سنجش کردم که برادرهای گلم و شوهرم و شوهر همشیریم اینا همه شوربای وطنی را خوش دارن، از او خاطر من این شوربای وطنی را تقدیم به همه پدرهای وطن خود میکنم. او پدرهای مظلوم و زحمتکشه که سرگردان یک کار و وظیفه در افغانستان هستن، در حق از اونا دعا میکنم و امیدوار هستم که خداوند سرشان رام روشنی کنند. آمدیم به پروگرام خود با آشپزخانه که باید یادآور شوم که داود جان آجی داود و حساب ساده بگویم آجی داود از کانادا بر ما زنگ زد و بر ما گفت که فایمه جان من رو نشناختی، دولا من واقعا نشناختمش، بعدم گفتم شما کی هستین اینا، خدا معرفی کرد که من آجی داود هستم، بازیکن تیم ملی و بکسر قهرمان افغانستان. او یادم آمد، گفتم بله یادم آمد، میشناسم اتانه چرانی، بسیار خوبی گپ زدیم و خانمش که بسیار هیجان زده در پشت تلفن منتظر بود گفت که خود داود جان بر من قصه کرد که فایمه جان میفهمی امروز وقتی از کار آمدم در سر میز یک کچالوی رنگدار مزدار خوبش ماندگی بود که من کمی یک لقمه ازش خوردم، گفتم هلای چی یک کچالوی است؟ وزن موبایچان را گفتم که تو چطور این کچالو را پخته کردی؟ ای گفت من این از روی تلویزیون پخته کردیم. من گفتم از روی کدام تلویزیون؟ گفت که من از روی فایمه جان برم نشان داد. من گفتم که این دختر را خود من میشناسم، این خود دختر باسکتبال است، این فایمه جان است، خواره کبیر جان. موبای جان برش گفته که آل که او را میشناسی، این همی دقیق تلفون آورده و دستش داده که این را بگی برای فایمه جان زنگ بزن که من میخوایم کتش گپ بزنم. و موبای جان گل ناز که چقدر ناز و مقبول و مهربان است، با ما یک حالم هیجان و محبت نشان داد، با ما حرف زد و بسیار خوشحال بود که با ما صحبت میکنه و تمام فکرها و گفته های خانمای کانادا را به ما تقدیم کرد و گفت که چطور بازار میره، چطور به شاق سودا میخره و چطور غذا را تهیه میکنه از روز پروگرام های مرد دیده. داود جان و محبوب جان از شما یک عالم تشکر که شما لطف کردین و مهربانی کردین بر ما کار کردین. از وقت ما نگذره که باید گوشت ببریم و در دیگه از میلینده های گلیم
حالا مقدار همه مواد براتون میگم. گوشت گوسفند 6 کیلو، روغن ماهی به قدر ضرورت که شما میخواین چرب باشه یا خشک باشه مربوط خودتان است. پیاز 1 کیلو، زردچوبه 2 قاشق، مرچ سیاه 2 قاشق، نمک به قدر ضرورت که شما نمک دار میخواین یا کم نمک، ربع بانجان رومی 2 قاشق، سیر میده شده 2 قاشق، آب جوش به قدر ضرورت، کچالو 3 کیلو و زردک 2 کیلو یا 3 کیلو هر چقدر که میخواین و گشنیچ تازه هم به قدر ضرورت است که نال این مواد من میگذارم برای شما دسترستان داشته باشین. همه تو من این مواد خود نقل میتونم به این طرف که وقتی اون رکاسی کردن باز از اینجا ما شروع کنیم. عزیزای ما ببینید وقتی که پیاز رو و کشمشی شدن شد که نمیخواییم زیاد رنگ بگیرد، میخواییم یک ذره شوربا ایلتی تر باشد، همین گوشت در دیگ بندازیم. پیاز را شتک کردیم و گوشت را در دیگ بندازیم. همی که گوشت هم داختیم پاک میتونیم دیگه چرب بکنیم که گوشت ها خوب سرخ شود و اگر جای داده دیگه تان کلانتر باشه برای شوروا خوبتر است که دیگه شور میخوره. یکان وقت در دیگای بخار بلند مندازن و دیگه زیرای دیگه شور نمیخوره. سعی کنید که دیگه از موادتان کنه همیشه کلانتر انتخاب کنید، بسیار راحتر میتونید کار کنید. الان که دیگه خود چرب دادیم میتونیم که درش نمک، من یک قاشق استفاده میکنم، دو قاشق زردچوبه و دو قاشق مرچ سیاه، سیره یک چند کباب میندازم. مشکل دیگه خوب چرخ کنیم تا دیگه ما رنگ بگیره. اما تو سیره ریزه ریزه کنم و با دیگه پردم. امیدوار هستم که شما هم یک شوروای مزه‌دار خوبش پخته کنین. البته شوروا برای هر کس برای هر ولایت افغانستان فرق میکنه و حتی برای هر نفر فرق میکنه. اون کس شوروا را رو به بانجانومی یا بانجانومی مندازه، کس تنها و زرچوبه تکیه میکنه، همی ترا شوروای زرد پخته میکنه و همه تو هر نفر کسای دیگه اول بخارا به شوروای خود مندازن. هر نفر سبک شوروا پختنش فرق میکنه که شما باید هیچ اعتراض نداشته باشین که اگر یک کس شوروای بانجانومی دار پخته میکنه یا زرچوبه دار امو میلش است و امو را خوش داره. شما هم همیشه مزیدان خوده و خوشی مردایتون و از خود مراد کنین، غذایتون را به میل خود پخته کنین. بالا قدر سیره به اندازه دو قاشق میده میده میکنین، این زیاد میده کوبیده نمیکنین برای از اینکه اما تو اگر سلامتر باشه در شروع طعم خوبتر میده. این با هم چرخ میدین میبینین که خوب رنگ کشید و گوشت ما سرخ شد. نزدیک از این که باید برش تو آب پرتیم یک دو چرخ بگم میکنیم که با سیر خوب سرخ شده گوشت ها و همش یک رنگ بگیره. راستی فراموش نکنم بینندای عزیز، در جریان از این که دیگه شور میتونم که سرخ شود باید بگویم که یک برادر عزیز دیگه ما به نام محسن جان امیری از کانادا، از شهر لندن کانادا بر ما زنگ زدن و همراه ما صحبت کردن و خانومش فرشته جان بود که گفت ما هم از کارته چهار کابل هستیم. همراه ما صحبت کرد، سوال کرد که ما در کجا میشیدیم، بین هم قصه کردیم و قصه های خود را گفتیم و در کدام سالا برآمد از افغانستان و در کدام کوچه میشیشت در اسکای
سرویسی که کارتی چهار استاد میکرد در مون قسمت بازارا و اینا در مون کوچه اونا زندگی میکردن و یه خیاطخانه بسیار مقبول و عالیه به نام خیاطخانه فرشته هم در مون کوچه داشتن که بسیار مشهور بوده. من بسیار خوشحال شدم از آشنایی با این خواهر عزیز ما که پر از استعداد است، پر از لیاقت است. من به ایتان افتخار میکنم خواهر گلم. حالا دیگه ما هم سرخ شد با شوهای خود او مندازیم. او البته باید او جوش باشد که من قبلا در چای جوش مانده بودم. آب سرد خوب نیست، باید آب گرم باشد برای شما. آب به اندازه که تعداد فامیلتان است مذاق میکنند. در کابل اگر میمان میامد میگفت خیره خیره وقتان هاشو برو در دیگ شروع یک چند گلاس دگام آب پرتو. حالا شما هم باید از امون قانون استفاده کنین، نظر به تعداد فامیلتان، نظر به کاسه ها و ظرفایی که شما رو تر میکنین یا قاشقی میخورین آبتان به مو اندازه برتان پرتین. بینندای گل من خوش دارم که وقتی شروع یا قرمه کچالو یا بامیه پخته میکنم، بعضی چیزا را باید باش نان گرم خانگی خودم پخته کنم که او کیفیت از اون غذا را صد چند بالا میبره. از اون خاطر من امروز هم بر پدرای عزیز خود سعی میکنم که نان گرم هم در پولی شروعی جان مثل شروعی کابولی خودم گرم پخته کنم و در پالوی شروع داشته باشم. برای نان گرم خانگی ما کار داریم 3 کیلو آرد سفید، خمیر ترش 3 قاشق، بیکن سودا 1 قاشق، نمک به قدر ضرورت، روغن مایه هم کم کار داریم، آب گرم به قدر ضرورت کار داریم و می مواد است که ما با می مواد کم میتونیم بهترین نان خشک خودمون تهیه کنیم که این لست نان خشک است که من براتون میگذارم تا دخترکم براتون عکاسی کنم. و در ضمن میگم که از سویدن هم امینه جان شیرزاد نوشته که یک دوستش به نام نسرین که نام پدرش بستان علی است و بچگکش اختر نام داره، در زمان آمدن مجاهدین از پیشش لادرک شدن. تنها معلوماتی که داره ایست که اونا را شنیده که در امریکا هستن. اگر افغانای عزیز ما بشنون و یا دوستای از اونا در جریان هستن، در تماس هستن، لطفا برای امینه جان در سویدن اطلاع بتن که این یکی از دوستهای بسیار صمیمیش در دوره کل مکتب بوده و بسیار با هم نزدیک بودن. بسیار نارام از اونو هست و میخواید که ایا جان زده است و یک حوال که از اونو داشته باشد. امیدوار استم که تکرار کنم که نامش نسرین جان است، نام پدرش بوستان علی و نام بچگه کشام اختر. امیدوار استم اگر از این کسی معلومات داره یا در تماس از بر نسرین جان در سویدن اطلاع بده یا بر ما مسیج نشته کنه. خب حالا میاییم در ترکیب نان خشک خود که ما نمک 2 قاشق مندازیم، خمیر ترش هم 2 قاشق کار داریم و بیکن سودا 1 قاشق کار داریم برای نان خشک که نان خشک ما نرم و پنبه‌ای و خوبش بیاید. قاشقم خوبش نشد و همه تو روغن در قسمت آخر ما استفاده میکنیم که بینندای گلم بعد از اینکه خمیر ترش و سودا و نمک بارد خود گرد کردیم، حالا وقت از این رسیده که سمپل ترین، آسان ترین و ساده ترین نان خشک ما براتون یاد میتم که به بسیار آسانی بتونید که نان خشک خودتون تهیه کنید. و نان خشک اگر خمیرش نرم بیایه به مو اندازه خود نان خشکتون خوبش میایه. فکرتون باشه. من آلی را گت میکنم و من تو آب انداخته آستاستا شور میتم
که دفعتاً آب زیاد یا کم نشه، به احتیاط باید خمیرتان همطور که من میکنم همطور پیش برین، بهترین نان خشک دنیا را براتون خود پخته کردین. و نان خشک این ترس نداره، اگه چند بار تکرارش کنین این را باور داشته باشین، اعتماد داشته باشین که خوبترین شما جور میتونین. فقط باید تمرین کنین. از نپختن آدم به جای نمیرسه، از پختن و غلطی هاست که شما میاموزین. بیرندای گلم، اینال خمیر دالت نرمال خود رسید، سعی کنیم اینال یک چند قدر روغن در اضافه میکنیم که برای خوبی قضیات نه، اما که همین خمیر یک ذره خوب جمع و خوب شوه، برای از اینمی میخواییم که خمیر ما زیادتر آلا شوه. از او خاطر میخواییم که یک چند چیز لوت دیگه امرای خمیر بتیم. روغن خدا که انداختیم یک چند مشت دیگه کنیم، خمیر بسیار آلاتر و خوبتر میشه. باید براتون یادآور شوم که برای تمام بچه ها و دخترهای ملی پوش که ناجیه جان تیم ملی هم و گروپ ما پیوست و ما را پیدا کرد، از جریان ویدیو ها برای من مسید نشته کرده که فایمه جان من میال ویدیوی تا تماشا میکنم. شکر که تو را یافتم، به همه سلام برسان که ناجیه جان که در فاکولته هم با سامیشان یک جای بودن و در تیم پانتون هم بازی میکرد و در تیم ملی هم قد بلند داشت، موهای دراز. اگر شما او را بیاد بیاریم، دختر بسیار مؤدب و با دیسیپلین بود. ناجیه جان خوشوقت هستم که خودت در جمع ما پیوستی و ما را پیدا کردی، بسیار جای خوشی است. خب حال جای هزی است که خمیر خود که دیدین نرم و ملایم و خوبش خمیر کردیم، این را با یک پلاستیک پیچ میکنیم و در رویش هم یک گرم کنم اندازیم، میمانیم یک ساعته که استراحت کنه و خمیر خوب مغزش خوب پوره برسه. با ما باشین، برمیگردیم. بینندگان گل ما، دلبرکای ما، مادرکای ما، برادرای ما، خواهرای ما، براتون باید در این قسمت پروگرام یک چیز تازه را که بیننده های زیاد ما باعث شدن ما جمع‌آوری و فکر کردم دربارش که او پاکی دیگاست. گفت چطور شما دیگایتان همیشه پاک است و دیگایتان چطور هیچ چرک و چتر نیست مثل از این که نو خریدید. داره که دیگای ما تقریبا 17 سال میشه که من این دیگا را دارم و استفاده میکنم، اما روز که آجل با میشویم وقت ندارم، یک روز دیگه بر دیگا تایم پیدا میکنم و اینا را بسیار دقیق و پاک و صدره میشویم. البته مواد پاکاری که این کار آسان بسازه این مواد هاییست که شما او را بفامین و همیش نام داره از خود، همیش اول شما اینا را با اینا آشنا شوین، بعد از اون براتون طریق پاک کردنشه. مخصوصا خواهر دکترس ما از آلم که همیشه میگن که معرف فایمه جان یک کمک رو که بفامو که چطور دیگای خود قدر پاک بشویم. شما میتونید که دیگه گرفته شما سعی کنید که نالی نیدید، اینه که چطلی ها داره که من سرسری او رو شوشتمش و زیاد وقت نداشتم. اینال من بر تا نشان میتونم که اینمی دیگ چطور اینمی لکایی که شما الان میبینین، اینمی لکا رو من با اینمی یک کمی ها و بیکن سودا چطور اینمی لکا رو من پاک میکنم. وقتی که با اینمی سیم بوشوین اصلا دیگتان مثل نو دوباره بیرون میشه و تمام این لکه ها یک تعدادش که بسیار کنه نیستن پاک میشن، اما خوب یک شوشتن و انرژی کار دارن که باید شما حوصله کنید با دیگشویی و زود احساس خستگی نکنید.
ما این عملا برتون نشان میتم. همه تو قاشق و پنجره میتونین وقت به وقت که اگر رنگش تغییر میخوره و خراب میشه اون دور نپردین و نگوین که کنه شده. هیچ وقت نکلی کنه نمیشه، تنها شما با او معامله خوب کنین. تمام قاشق پنجه ها و اینا را همیشه با سرکه سفید یک چند قبانین و اگر با این سیمای نازکتر که یکی سیمای دیگه است که قوی تر است، یکی سیمای نازکتر است برای چیزای فاین تر. ببینید که در والمارت همه جای پیدا میشه، در تارگیت همه جای میتونید که قاشق پنجه و اینایتون را بوشوین یا با مو صافی های سبز عادی که نرمال ما شما چیزای خود را میشوین. و اینال اگر این کار ما را ببینید دو دقیقه را نمیگیره که دیگ ما به کلی پاک پاک میشه و خودتان ایران خواب ماندید که ما زیاد نمیشویم. خیره اما قبل از اینکه برتان مثال داده باشم و ثابت کرده باشم که ببینید که امو سیاهی و چتلی را که دیدین سعی کنین، امو سیاهی و چتلی را که دیدین که میگفتین این چطور است اینال ببینین دوباره حالت نوی خود به خود میگیره. و همه تو هیچ وقت فراموش نکنین که در این کارتان همیشه دستکش بایتان باشه، برای از اینکه این سیماویا باعث برندگی دستایتان نشه که دستان را شخص شخ کنه. همیشه از بیکن سودا و نمک و سرکه بر پاکاری تمام چیزای نیکلی و چوانی و اینا میتونین استفاده کنین. امیدوار هستم که این طرف توجهتون قرار گرفته باشه و اون خوارای گل ما که به این مشکلات دچار بودن مشکلشان رفع شود. بینندای گلم توید جان نوشته که فایمه جان زیاد تشکر، غذایت مزه‌دار معلوم میشه، دعا کن که منم مثل خودت یک آشپز خوب شوم. من دعای بهترین نارا برد میکنم که تو خوبترین آشپز دنیا شوی، فقط از ترس بگذر. توی جان گلم از ترس بگذر و ترای کو، امتحان کو، پخته کو، پشت از این نگرد که این خوبش نامد، این نمک زیاد بود یا نمکش کم بود. فقط با پرکتیس و تمرین تو میتونی بهترین آشپز دنیا باشی که من امیدوار هستم و اعتماد دارم که از من این توانایی را خودت داری. همه تو یک بیننده دیگه، ما چندین بیننده ما در مورد دیگه منتو پرسان کرده بودن که دیگه منتو را ما از کجا به دست بیاریم. من این را پیدا کردم که دیگه منتو را شما میتونین به اینی اسم از اینی سایت در اینترنت خودتان در پشت خانهتان آردر کنین. اندازه هایش، قیمت هایش، همه چیزش، همه دیتیلش درش هست. شما میتونین به تمام جزئیات این را براتون پیدا کنین. رازیه جان از سویدن یک مسیج داده که ویدئوهای ما رو بسیار خوش داره، البته در مسنجر ما، و بسیار بسیار مسیج نشته میکنه، لطف میکنه، میربونی تقدیم میکنه. خانه آباد رازیه گلم از سویدن، من بسیار خوش میشم که از خودت همیشه میشنوام و خودت باشپزی و آشپزخانه علاقه داری. ممنونت هستم، خوشحال هستم که در جمع ما هستی. همه تو باید بگویم که یک بیننده دیگه ما پرسیده که اگر در خمیر منتو ما تخم نندازم آیا منتوی ما درست میایه؟ یعنی معلومدار، معلومدار که هیچ تاثیر در خرابی منتو نمیکنه. بسیاری نفر هست که تخم خورده نمیتونن، بناهن اونا مجبور هستن که بدون تخم منتو را تهیه کنن و او هم بسیار خوبش میره. باید یک امیرم بگویم برتون که اگر وقت امتحان کنین که از کرم و پیاز، کسایی که گوشت نمیخوره از کرم و پیاز منتو جور کنین که حتی از منتوی گوشتی کده و خوبتر و آلاتر میره. من باید براتون چند جمله را که بسیار مقبول است براتون بگویم که برای رشد کردن باید سختی کشید و برای فهمیدن باید شکست خورد و برای به دست آوردن باید از دست داد. اما تو کامیابی یک تصادف نیست. چیزایی که ما میکنیم بدون زحمت هیچ وقت میسر نمیشه.
و شما باید به همه کار یک ذره سختی را متحمل شوین و خود را وادار کنین به اینکه اکتیف باشین و زیاد زحمت به خود را وادار شوین و یک کار بکنین. اما تو بیننده آخری ما در قسمت سوالا راجع به بوتلای سرکه گفته بودن که این بوتلها سیف نیستن و اینا ضرر دارن، اینا یک ذره پلاستیک قایمتر هستن، اما دلیل از این که اینا آیا سیف هستن یا نه من معلومات سیش ندارم، اما همه که میگم که باید دیر کمپانی ها در این باره غور کنن که اگر این پلاستیک ها برای سرکه ها خوب نیست. درست است که بوتل های شیشه ای هم سرکه است، اما دو چند یا سه چند از این بوتل ها قیمت داره و همه مردم نمیتونه که قدر قیمت همه چیز مواد خوراکی را مانع داشته باشه. بنابراین امیدوار هستم که کمپانی های سرکه در این مورد غور کنن و دقت کنن که آیا این بوتل ها سیف است یا نه. تشکر که بیننده ما بودید. حالا در قسمت های دیگه میریم، با ما باشین، سلامت باشین. بیننده های عزیز ببینید که شوروا چه خوب مرمر میجوشه. من نمیخوایم که بر حرارت تیز شوروا را پخته کنم، میخوایم که بسیار آهسته و سلو پخته شود که طعم شوروا و هر شوروا دیگه باز مزه میده. و رنگش هم از روی بانجانومی که آماده ماندیم، این رو برای بعضی آماندیم که اگر میخواین میتونین رو به بانجانومی هم به اضافه کنین که من عیف میایه که به این شروعای نازنین رو به بانجانومی رو زیاد کنم. من این رنگ زرچوبه ایش خوش دارم و میمانم که دیگ آیست های سبو جوشه و گوشت نرم شوه. حالا آمدیم بازم تکرارن در مقسمت از این که درخت ها را چطور دوا پاشی میکنیم و در مقصد درخت هایی که در حال میوه باشه یک بوتل اسپری را میگیرین و در او آب عادی را مندازین، او را تقریبا نیمه اضافه گی پر میکنین، تقریبا یک لیتر باره ای که پر شد. در او گفتیم که روغن چه قسم روغن باشه. روغن مایی عادی ترین روغن که شما میتونین در غذاهایتان استفاده کنین امی روغن است و بیکن سودا هم بیکن پودر نیست، بیکن سوداست. بیکن سودا خوب متوجه باشین که مواد غیر عوضی نگیرین و پودر ظرفشویی هم که میگیم که پودر ظرفشویی شما خیال پودر نکنین. پودر وقت من میگم مایع ظرفشویی مقصدم است. اینی مایع ظرفشویی است که ضرر نداره و از این که اگر شما یکی دیگر هم پیدا میکنین توجه کنین که مواد ظرفشویی تا نه بلیچ داشته باشه و نه مواد کیمیایی داشته باشه که این باعث ضرر درختهایتان میشه. اما تو یک قاشق گرفتن شما یک قاشق بیکن سودا را در این بندازید، در این آبتان در این بندازید، نیم قاشق از مایع ظرفا اینقه که قاشق پر نمی باشد و همه تو یک قاشق از این روغن، اصلا یک روغن دیگه است که من اسمش نمی فهمم، او بهتر است مگر امی روغن که به غذا هم مصرف میکنیم یه هم بسیار بی‌ضرر است. فکرتان باشه که این نقصه به درخت ها نمی رسانه و همه تو اگر او درخت ها ببینین اینی بوته را که من از ختمی داشتم این بسیار تلاش میکردم که ختمی در اینجا نیست من بتانم این را زنده کنم، اونو بلگش سعی کنین اون تو شده بود، اما ما وقتی ایره زدم دوباره ای زنده شد، دوباره اثر اونا خدا گرفت. حال میریم در سلوب تا که ما درخت منگوی ما را که دال میوه است و شما ببینین که او درخت چقدر مریض است و پر از میوه است. بیننده های گرامی ببینین این درخت منگو یا هم است که ببینین شاخه هایش چقدر مریض است.
ای اتو شده بود که اصلا ما هیچ امید نداشتیم که درخت دال خشک شدن بود، میگفتیم این درخت از بین رفته، بیخی خراب شده، همش رو به زردی بود. اما با دو بار اسپری که ما همه تو اسپری کردیم شاخهای زیره، میبینین که بلگا دوباره تازه شده و مرزا تقریبا گم شده. و این کار را در وقت دیگر اگر کنین نتیجه خوبتر میگیرین. فقط دور و دور درخت بگردین و درخت اسپری کنین، همه تو تا که به کل شاخهای مریضش این مواد برسه، این مواد ضرر نداره. سعی کنین که من این درخت در حال میوه هم اسپری میکنم. از صد مواد کیمیایی بیایی که به میوه ها ضرر میرسه و ما شما خود ما او را میخوریم، این تنها بیکن سودا، روغن و مایه صابون ظرفشویی، هیچ کدام چیز نداره. امیدوار هستم که در این یک ذره توجه کرده باشین که دفعه دوم است که من این تکرار میکنم و شما از این اهم نتیجه خوب بگیرین. اگر شما سعی کنین که عیف او منگوهایی که چقدر کلان شده در زیر اینا عیف میشه، اگر من این همی اسپری نکنم این درخت با این همه میوه فریمانی که کده امسال عیف میشه. امیدوار هستم که شما هم در درخت ها و اینایتان دوست داشته باشین و تکیر کنین و با می مواد ساده و ارزان بتونین که درختان سالم نگاه کنین. بینین های گلم، ببینین که چقدر جالب است. یک قصه جالبه براتون عملا نشان بدم که دخترکم دیناروز چون خودش بسیار پشک خوش داره، همیشه تکرار و تکرار پشک داشته و پشکاش که گم شده رفته یک دانه چوچه پشک گرفته، مثل پشک سابقه خود باره آورده و بابای خود میگه که بابا این ما بر فادرزید یک توفی بسیار خوبش دارم. بابش خوشحال شد که برای من چی آورده. اینا حال سعی میکنه که یک دانه پشک از قوطیگه کشیده بر بابی خود. بابش صوف خنده که مرواری جان تو خو پشک خودت خوش داری، به نام من رو چرا بد میکنی و نال مادر چی میگه. چون من نمیخواستم دیگه پشک داشته باشم برای زی که بسیار کار داره و بسیار زحمت داره از این خاطر. اما وقتی که به چشمای ازی معصوم ازی پشک اکسای کردم گفته نتانستم و مجبور شدم که ایره قبول کنم. والا اینال کارش و ایناش کلش سرمه مانده، دخترکم فقط میگیرش و موادش هم میخره میاره و باز میگم امی آل میسیگک گوشنه شده، آل میسیگک میخواه که نان بخوره، آل میسیگک خو داره و همه تو نال ای بر من یک کار دیگه پیدا شده. و من بسیار خوشحال هستم که این طفلک نگاه میکنم و غم خوریشیش میکنم. رفته برش چوشک و شیر مخصوص خودش خریده آورده و ایگه کن بسیار آرام و خوش است برای از اینکه محبت کافی از ما میبینه. بسیار ما هم همراهش خوش هستیم. بسیار شیرین است. وقتی آدم یک دفعه کرد یک چوچه پشک یا سگ اینو عادت کنه بسیار سخت است. اینا هم به انسان زودتر محبت پیدا میکنن. سگو حتی روی خود طرف من دور میتن. سویلا جان احمدزای آل آمدیم در قسمت مسجا که امیدوار هستم که مسجا رو مخانده بتانم. داله که ایران باید ناز بتم که ای خواه کنه. نوشته که دخترم نوشتن افغانی را یاد ندارم. من از طرف دخترم می نویسم و یک دنیا تشکر می کنم. دخترم می گوید خاله جان قند فایمه جان من تا یک تخم را هم پخته کرده نمی تانم. و مادرم برای می گفت که اگر من نباشم تخم هم پخته کرده نمی تانی. و من غذای بازار را دوست ندارم. فعلا شکر که خودت را خاله جان در خانه خودم دارم و برنامه هایت را می بینم و غذاهای افغانی را از طریق برنامه های خودت که مرا یاد داد چطور غذای افغانی را پخته کنم. شکر که خودت برای ما هستی و یاد میدی و چون مادرم بسیار مصروف است برایم تایم نداشت که آموزش بدهد. تشکر خاله فایمه جان گل ناز، من شما را بسیار دوست دارم، رویتان را میبوسم و 8 تا اکسم در زیرش رسم کرده.
که من سویلا جانم از این بسیار تشکر میکنم و خوشحال هستم که دخترکش از پروگرام های ما استفاده میکنم. اما تو شالا جان باسکتبال دکتر شالا از تیم تپ هم بر من در مسنجر نوشته که بسیار باعث خوشیم شد. واقعا دوران مسابقات ما بسیار شیرین بود، مخصوصا فاینال تب و ادبیات که همیشه در فاینال برابر می شدن و بازیکنان هر دو تیم چقدر برازنده و عالی می درخشیدن. شالا جان از تماس خودت هم مادر تشکر، خوشحال هستم که خودت این مسیج دادی. همه تو خوجسته جان کاواش نشته کرده که از آشپزی و سلیقه شما واقعا لذت می برم، موقع غذا خوردن و ویدیوهای شما را پلی می کنم و با اشتها غذا می خورم. سلامت باشین، نوشک جانتان هر طور که علاقه دارین و خوبتر آرامتر کیف غذا را می کنین، اسم می کنین، انجام می دین. بسیار خوش شدم که شما در وقت غذا خوردن حتی ویدیوهای مرا تماشا می کنین. خوجسته جان لیلا جان سلیمان نوشته که او هم چینل آشپزی به نام آشپزخانه کابل ساخته و آنقدر بیننده نداره، از شما عزیزا خواهش کرده که لطفاً چینلش تماشا کنید. و شما باید هموطنهای گل ما به کسایی که به امید شما یک پروگرام جور میکنه و یا یک چیز را یاد داره برای نمایش میگذاره، شما او را تنها نمانین، همراهی و همدردی کنین. همه تو امین الله نوشته کرده که سلام مادر جان، بسیار عالی دیدن همه برنامه شما به ما اید است، اما این بار به ما برات بود چون غذای دلخواه مرا که به بسیار شوق زیاد داشتم درست کردید. باید یادآور شوم که طرز معرفی شهر خود بسیار به شیوه درست و خاص توسط یک نقشه خوب معرفی کردین، واقعا که خاص هستین. این گل زیبا از طرف فامیل مانسار محبت شما، بهار عمرتان شگوفان باشه مادر جان. بسیار تشکر. حالا چی جواب به این پسر بچه افغان خود ما بتم که با این همه میربانی و دلیری به ما این همه مسیج میربانه و خوب نوشته کرده و من خوشحال هستم که اینا در جمع بیننده هایم هستن. دوستای عزیز، میخوایم من یک شعر سعدی را به شما تقدیم کنم. بر از اینکه شما یک محبت به من تقدیم میکنین، من هم بتانم که در عوض بر شما یک چیز بتم. نشته کده که از بس که میر دوست به دل جا گرفته هست، جای برای کینه دشمن نمانده است. این را سعدی گفته. من به جواب کومنت های شما این شعر را تقدیم کردم. اما تو از دنمارک ماری نوشته که سالهاست از وطن دور مهاجر شدم. گاه گاهی رفتن امام دو چیز به خاطر میاره، لبلبو و وسیره. یک بیننده دیگه ما نوشته کرده که سلام خانم فهیمه، شکریه هستم از شهر نو، از شهر رینو. تمام پروگرام هایتون رو یک جا با مادرم تماشا میکنم، زیاد علاقه مند برنامه هایتون هستم، عاشق سلیقه تان هستم. تشکر می کنم بابت معلومات خوبی که در هر بخش راه می کنید. همیشه وقتی کامیاب و موفق باشین. تشکر خوارک گلم شکریه جان، خوشحال هستم که تمام متوای پروگرام ما طرف توجه و رضایت خاطر خودت قرار می گیره. سلامت باشی دلبر. جهه نوشته کرده که سلام مادر عزیز و مهربانم، ما شالله بازم شکر کردین، خیلی همه چیز عالی، گرچه من تا به حال یک نانم را هم جور نکردیم، ولی برنامه ایتون را با شوق تمام نگاه میکنم. یک برنامه ایتون را هم مس نکردم. دوستتان دارم، پسرتان از جرمنی. ای کاش شما مادر واقعی من میبودین. پسر گلم، ما و شما همه یک فامیل هستیم. چی دور و چی نزدیک در عواطف و احساسات ما همه را دوست داریم. وارزوی بودن را با ایشان در سر داریم. من هم اگر صادق باشم و راست بگویم، آرزو داشتم 9 تا 10 طفل داشته باشم و دور دسترخانم اینقدر طفلا غذا بخواین، یکی آب بخواین، یکی نان بخواین، یکی قاشق بخواین، یکی پنجه بخواین که نوبت نرسه من عرق کنم و از ماندگی انرژیم کفایت نکنه که به هر کدامشان رسیدگی کنم. اما
خداوند بازم آل بر من در گوشه و کنار دنیا بچه ها و دخترهای دیگه داده که من ازشان ممنون هستم و دختر نازنینم که یک دختر است و با برکت است، خداوند جانش جور داشته باشه. و تشکر از همه شما بیننده های گرامی که به خاطر عکاسی دخترم شما بسیار لطف میکنین و بسیار تعریف و توصیف میکنین. من بسیار خوشحال هستم و دخترم هم از شما تشکری میکنه. ممکنی یک روز جرأتش قشوه که در کمره بیایه و برای شما تشکری خود خودش بیان کنه، فعلا که هنوز آماده نیست. یک کومنت دیگه ما از احمد کیس که نشته کرده: من همچنان دارم تماشا میکنم پروگرام پر از محبت خوبتان را، درس بسیار دارم ولی هیچ نمیتونم از دیدن برنامه شما صرف نظر کنم و مصدقه و میخوام حتما تا آخر آن را ببینم چون از محبت های شیرین شما لذت میبرم. احمد عزیز، به درجه اول درس های بسیار مهم است، بچه گلم باید درس های تمست نکنی و دیدن پروگرام های ما در وقتهایی که میخوای یک تفریح کنی یا دمراسی کنی و یا غذایت بخوری بد نیست که تماشا کنی، موفق و کامگار باشی، به درس های و زندگی کامیاب و سرفراز باشی. همه تو زمرات جان نوشته که نوشک جانت دارو درمانت. اوه خدا، نوشک جانت دارو درمانت. در این قدر مهربانی و شیرین زبانی زحماتت که میکشی، خداوند اجرش را در هر دو دنیا برایت ارزانی فرماید. تشکر که زمرات جان مقبول که همیشه در حق من مهربان هستی و لطف داری، با مسجای شیرینت مرا تشویق میکنی. آخرین کومنت ما از یک افغان دیگه ماست که نوشته: مادر جان نازنین، امروز وقتی کومنت ها را شنیدم که یک هموطن ما نوشته بود نام عوضی را نمیدانست، من هم برعکس هموطنان نامش را میدانستم ولی موفق به خوردنش در افغانستان نشده بودم و یک ارمان در دلم مانده بود. من 25 سال می شود که در هلند هستم و زیاد پشت وطنم دق شدیم. مادر نزدیک بارستان زندگی می کردیم و نام من نادیه است. وارزو دارم روز یکی هم از هم دوره های خود را پیدا کنم. امید کومنت مرا بخوانید تا من هم گمشده های خود را پیدا کنم. ممنون شما نادی عزیز. امید به خدا که از شنیدن این مسیج رفیقا و دوستهایت بر ما بین میسه. چقدر خوش میشیم که خودت گمشدهایت دوباره پیدا کنی. عزیزا و دوستا، کومنت ها زیاد است. مثل همیشه تشکر میکنم از کومنت هایتان، از محبت هایتان، از لطفتان که قدر به من مشته میکنین. این دفعه کومنت ها به اندازه دراز بود که یکان وقت من خواندنشم میگفتم آفرین به شما که قدر مسیج درازه، دود و درازه نشته میکنین. و همه تو در مسنجرم و فیسبوکم چندین افغان ما تازه آمدن به ما پیوستن که من بسیار احساس خوشحالی میکنم و در بار خدای خدا شکر گذار هستم که مرا لایق محبت های هموطن هایم دیده و با این کار کم ما، با این زحمت های ناچیز ما، اینا قدر محبت میکنن. من ممنونشان هستم. خداوند برای همه تان عوض بده. بیننده های گلم، ببینین شروع آلت را گرفته که نال باید مادش زردک و کچالو را هم پرتیم که اینا با هم بجوشن و مزدار شوند. یگان نفر خوش داره در این وقت یا مرچ سرخ یا مرچ تازه هم در دیگ خود پرده که من از او صرف نظر میکنم، چون یک تعداد از فامیل مرچ خور نیستن و تکلیف میده دارن، از او خاطر من باید از مرچ صرف نظر کنم. باز هر کس که خواست تازه در شروع بر شروع مرچ تازه بسیار خوبتر است. و من تو کچالا رو پردم و با سر دیگه بسته میکنیم، میمونیم که اینا پخته شوند. یک شوری میدیم که اینا جای به جای شوند. اگر رو به بانجان میپرتیم این فضی شروع میشه، یعنی شما اگر دوست دارید میتونین که رو به بانجان میام در شروعیتان اضافه کنید. سرپوشه میمانیم که اینا نرم شوند.
بیننده گلم آن آمدیم در قسمت از این که شوهرم بر من گفت که توفه فادر زیمره بر من یک کیک ساده پیش روی سرای امریکایی کابل که تا چندول بود از او پخته کو یک کیک ساده که هیچ چیز نداشته باشه. نرمال من کیک های با آلو با اناناس یا پاینپل یا سیب اینا پخته میکنم. اون گفت که یک دفعه کیک هیچ دار پخته کو هیچ چیز باید نداشته باشه. من گفتم اوکی. من مو کیک سرای امریکایی را که در پشت بوی روغنش در دماغ آدم می آمد که آدم سرای امریکایی می رفت و می خرید باز تیر می شد که کیک ها رو در این زمین مانده بودن که سخت شود. از امو کیک براتون پخته می کنم. مواد مورد ضرورتش آرد 1 کیلو، تخم 6 دانه، بوره 500 گرام. شما می تانین زیاد یا کم بوریش را میل خود کنین. آب لیمو 4 قاشق، روغن مایه 2 گیلاس، شیر تازه 2 گیلاس، بیکن سودا 1 قاشق، بیکن پودر هم 1 قاشق، ایلام 1 قاشق و نمک هم 1 اندازه، همه تو 1 دکواره میتونیم که درش پرتیم. حال تا دختر مرکاسی کنه من ظرف های که در او کیک مندازم چرب میکنم. دلبرک های من ببینید این ها رو من چرب کردم و برای این که بیخی مطمئن باشیم که هیچ خرابی درش رخ نمیده یک گرد از آرد هم به اینا مندازیم، یک گرد به این، یک گرد به این و این خوب شور میتیم. به هر طرفش که ظرفا باید خوب آب پر هم شود کمو کیک ما سلامت و صحیح بیرون براید و این یکانه چال است که اگر تو کنین کیک درست ببراید. آردم به اطرافش بزنید تا که کلش به این شکل باشه بار نمیچسبه. حال آمدیم در قسمت درست کردن کیک افغانی خود ما، ساده خود ما که میخوردیم و کتش خوش بودیم و راضی بودیم. 6 دانه تخم لب میزنیم، 6 بوره را هم بهش اضافه میکنیم. شما میتونید مقدار بوریتان کم یا زیاد اگر خوش دارین خودتان که زیاد شیرین شوه. من کیک زیاد خوش ندارم که شیرینیش تیز باشه، از او خاطر هم تا بسیار شروع شیرینی را خوش دارم که در کیک احساس شوه. 2 قاشق 2 گیلاس هم شیر را علاوه میکنیم. این با هم مکس میکنیم. حالا که تخم و شیر و بوره را با هم مکس کردیم 1 قاشق خوب پر هیل مندازیم، 1 قاشق هم بیکن پودر مندازیم و 1 قاشق سبک هم بیکن سودا مندازیم. اینا را با هم مکس میکنیم و هارد خود را بهش علاوه کرده به چند نوبت گت میکنیم. خوب هر چقدر که کیک ساده را شما مخلوط کنین و همه طور به هم بزنین که عل شود مغز کیکتان خوبتر میره. نرمال میتونین کیکای ساده اینجا موادش تیار آماده در دکان ها هم است. شما بگیرین بدون از اینکه چرت بزنین که مقدار چی چقدر باشه میتونین یک کیک درست کنین. اما حالی که او ریسپت دارین مقدارایش کلش دارین هر روز میتونین برتون هر هفته یک کیک ساده پخته کنین و اگر خواستین درش سیب و میوه ها و اینا را هم در قسمت پایانیش یا رویش بگذارین یک کیک بسیار مزه‌دار خوب برای دسر غذایتان برای ویکندتان میتونین داشته باشین. حالا که گرد شد ببینید اندازه نمک فقط این که 1 دکواره درش پرتین، مجبور نیستین که مقدار نمکتان زیاد باشه. حالا با 1 دست آرد مندازیم و با 1 دست شور میتیم به احتیاط که آرد پر است.
تو که خوب حل شود. قدرت کوالیتی کیکتان وابسته به گت کردنتان است که چه حوصله دارید. حالا آمدیم در قسمت اضافه هارد که آرد بقیه خود قسمت سی میشه به یک بارگی مندازیم و همیتو در قسمت آخر فکرتان باشه که روغن همیشه در وقت آخر اگر اضافه کنین کیکتان بسیار خوبش میآید، در اول گرد نکنین. حالا که اینا رو با هم میکس کردیم وقت تزی رسیده که روغن هم درش اضافه کنیم که از غلیظی کم شوه. دو گیلاس روغن مایه هم به اضافه میکنیم، یک گیلاس و دو گیلاس. این رو با هم صحیح میکس میکنیم که خوب میکس شوند. یک اندازه باز از غلیظی خمیر کم میشه وقت روغن باش میکس شد. بیننده های گلم، حالا دو قدر لیمو میتونین از لیموی تازه پرتین یا میتونین از آب لیمو استفاده کنین. دو قاشق آب لیمو هم برای مزه کیک ساده تان اضافه کنین، بسیار خوبش میآید. وقتی دو قاشق لیمو را انداختین این خوب با هم میکس میکنین. باز بعد از او که خلاص شد به این ظرف ها مندازین و در حرارت 370 که من شما رو در جریان میمانم باز میمانیم برای 40 دقیقه تا یک ساعت پخته میشه. امو کیک نازنینه که آرزویش دارین که با چای دیگرتان بخورین یا بر میمانتان یا بر ویکندتان. مواد کیک خود به ظرف مندازیم و در داشت میگذاریم. داشه به 370 ما روشن میکنم. شما اگر 360 350 هم بکنید در داشه قوی هم خوب است. در قسمت وسطش یکی کار قرار میتم تا 40 دقیقه الی یک ساعت ممکن که پخته شود. بیننده های گلم، کسایی که میگه که نان ما چرا قاق میآید و اینا، بعد از اینکه سوالا رو کردین بگذارین که یک دقیقه بازم استراحت کنه و دستایتان به هاب زده سوالا رو بگیرین و این تا عوارش کنین. بعد از اینکه عوارش کردین بازم دستایتان رو تر کنین. برکت میکنم و باید نانه خوبش عوار کنم. ببینیم به اینی صورت وقتی که این تا یک شکل شد بازم دستتان تر کده ای را پنجه میکشین با چار انگوشتتان. اینی از نانه که تا دوست های ایرانی عزیز ما پرسان کرده بودن که چرا نان ما بسیار قاق و خشک می آید، ما چی کنیم که نان ما خوبش بیاید و نرم بیاید. فقط اینمی سیستم است که شما می تانین یک نان خوبه و نان بازم ایره می مانیم که بازم استراحت کنه، باز داداش می بانیم. حالا فعلا داداش ما کیک است. بینندای عزیزم، من اگر اندازه کار سلات کردم برای از اینکه باز در ویدیو بسیار دراز بشه، از این خاطر دیدین که سلاتی افغانی با زیاد ریزه کردن کار داره، از این خاطر من سعی میکنم که اگر اندازه کارا را تا که میتونم زودتر انجام بتم که بر شما هیچ پرابلم نشه که وقت کمتر مصرف شوه. یک چند دانه بونجان رو میدهم میده میکنیم. و همه تا یک ذره گشنیچ ریزه میکنیم تا شما ببینید که شیوه ریزه کردن و اینا را تا اندازه بلد شوین. کسایی که نمیفهمن اونایی که یاد داره خب احتیاج نیستن که ببینن.
به این ترتیب اگر کاردتون یک ذره تیزتر باشه با جان میاره و بار نمیکنه بلکه بسیار خوب ریزه میکنه. و همه تو گشنیچه که من شوشتم با اکسفا اگر گشنیچه افغانی باشه یا ایتلایی باشه هر چیزی که باشه به سلات مزدار میشه. شما تنها فقط ریزش کنین و در سلات گرد کنین. بعضی ها مرچه تازه را هم خوش دارن که در سلاته خود پرتن مرچای تنده و الپینو را. بعضی ها میخواین که هم تو با شوهای خود مرچا را زنده بخورن که من یک اندازه از شیوه کار خود بر شما نشان دادم که به این ترتیب میتونین که سلاته ادامه بتین. ببینین به این ترتیب من ادامه میتم تا که خلاص شود با ما باشین برمیگردیم. عزیزای کلم وقتی که کوره شده امیدوار هستم که ما روی سرفراز باشیم پیشتان و این کیک ها اوه 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 یس نام خدا. ببینید امو کیک های کابولی خود ما امو کیک های ساده کابولی خود ما خودش است. ببینید امو کیک هایی که در پشت سینمای پامیر پخته میشد در پشت سرای امریکایی نان خانم داشته تغییر میتیم بالا و پایان میمانیم و دو نان را که جور کردیم یک شه سیادانه و کنجد زدیم یک شه ایت نزدیم که بخاطر که بر شوروا کار است که نان کنجد دار بر شوروا و یا خوب نمیشه ساده خوبتر میشه. اینا را میمانیم در درجه 400 15 تا 20 دقیقه که پخته شوه. بینندای گلم من میخوایم که حالا یک چند دقیقه موندیم که برای اونم خدا اونم خدا ببینید کیک ما پخته شده و پشتش هم پخته شده صفا صدره میبینید هر طرف شکل و برتان دار بتم میبینید که صفا صدره پخته شده و هم یک شکفت میکنه این دیگه شام برتان میکشم که ببینید که بازم چه قاسان کشیده میشه به خاطر از اینکه کسایی که همه تو همو چیزایی را که من گفتم که بزنین اگر بزنین روغن و هارده که کهایتان این تو سلامت از ظرفش ببرایه که دوچار مشکلات نمیشین. عزیزای گلم ببینین همو شروعی را که گفتیم اونمه تو را که پلان کردیم اونمه تو آمده رنگش کچالایش هم تو سلامت سلامت گوشتاش پخته شده و رنگش هم بسیار به شروعی افغانی خود ما بسیار شباهت داره و اصلا میمونه. خاطرتان جمع باشه میده میکشم با ما باشین باز مزهش میچشیم. عزیزای گل من ببینین با وجود که صبح است هنوز ما داشم رنگ نمیده صحیح اما بازم اینا نه چخب بریان پخته کرده سعی کنین پشتش ها میبینین که چخب ببینین بریان پخته کرده و رویش هم بریان پخته کرده. همه تو نان را که ای دیگه شد که برای کنجد و سیادانه هم نداشت همه تو پشتش هم پخته شده و پیشش هم مثل نانای خوب کابل که نان نانای بعدی ما من رنگ میگیره برای از اینکه داشت گرم میشه تا وقت این نان را توته میکنم و برای شما یه همینجا میمانیم پروگرام خود در آخر میرسانیم و مغز نانم ببینیم که مغزش هم پخته پخته است و از این هم مغزش پخته است با وجودی که ما گرم توته کردیم اما بازم شما خوب دیده میتونیم که کلی چیز درست است و نانم درست است. اینجا میمانیمش که تو اگذار یخ شود برای که نان بسیار هنوز داغ است و ما آمدیم به ختم پروگرام که شما من میگین که چی سلاته است. واقعا اگر سلاته رو ببینین سعی کنین ما سلاته رو شور بتم چقدر تازه و خوبش است. شوق آدم میره که امرای از این شوربا ایره بخوره و ما بر خود قبلا در کاسگک نانک خود تر کردیم شروعگک و گوشت و همه چیز خودم ریزه کردیم که بر شما امتحان کنم و ببینم که چطور است وقتا نقل بتم
بگویم اعتراف کنم. بسیار نانی بود که چندین چیز بود، خوب مانده شدیم. به خدا میارزم. بسیار حالا شروعای افغانی مثل که در لب یک جوی شیشتین، درخت ها بلگایش میریزه، شرشر عوض و شما این شروعای تلا تر کردین در کاسای گلیتان با این سلاته و با دانه های مرچ که اگر کسی علاقه داره میتونه که از این مرچ های تند ریزه ریزه در روی شروعای خود پرته یا زمو مرچ مساله داره که تایه کردیم از خوشکم میتونین برای شروعایتان پرتین. امیدوار هستم که پروگرام به دلتان بوده باشه و حال میاییم سر کیک، که کیک با وجودی که هنوزم گرم است من ایره بسیار به سختی توته کردم چون تکه تکه میشه. ببینین مغزشان پخته شده، همه جایش پخته شده و سفید میزنه، بسیار بسیار خوبش است. قسمت وسطشان میبینین پخته شده، همه جایش پخته شده، که باز بعضی بیننده های ما میگه که نشان ندادی که داخلش چه قسم بود. و من هم یک توته از زیره میکنم و نوشه جان میکنم که انرژی از این زیادتر است. باور کنین بسیار آلاست. بوی ایلش امیال مرد دیوانه کرد. همراه یک شیر چای یا همراه یک گلاس چای واقعا این ماندگی کش است و این ماندگی که من دارم. شما را به لای پاک میسپارم، تک تک تانه دوست دارم، به فکر همه تانه هستم، دوهای ما به همه تانه است. بعضی بیننده های ما گفته بودن که فایمه جان تو در حق ما دعا کن. من شب و روز در قسمت همه هموطنهایم، همه فامیلهایم، همه دوستهایم، رفیقهایم همیشه دست دعا بلند دارم. به دربار خداوند دعا میکنم. امیدوار هستم که همیتان شادکام و سرفراز و کامیاب و سلامت باشید با اتفاق فامیلیتان زمیمه.